درودی دیگر خدمت تمام همیهنان شجاع و آزادی خواهم در اولین روز از هفته تازه با مهمترین عناوین روز در خدمت شما هستیم با ما, ما همراه باشید خبر فوری آماده باش ارتش آمریکا به 300 جنگنده فوق پیشرفته در خاورمیانه میانه اسرائیل آماده زدن سر مار در تهران اقدامات قرون وسطایی شهردار وقیه تهران ادامه دارد دشمنی آشکار زاکانی با هویت ایران و ایرانی قبل از مشروع این اخبار مهم بار دیگر از شما همراهان عزیز می خواهیم که همین الان روی گزینه لایک کلیک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید خبر فوری آماده باش ارتش آمریکا به 300 جنگندگی فوق پیشرفته در خاورمیانه. میانه اسرائیل آماده زدن سرمار در تهران ساعتی پیش و در خبری بسیار مهم و فوری سی به نقل از منابع خود در ارتش آمریکا گزارش داده است که نیروهای آمریکایی در خاور میانه برای حملات احتمالی ایران در تلافی حمله هوایی اسرائیل به دمشق در حال آماده باش کامل قرار گرفتند این منابع تایید کردند که 300 جنگنده فوق پیشرفته آمریکا و سه بمبافکن بی 52 در پایگاه های هوایی آمریکا در خاورمیانه در حالت آماده باش فوری قرار دارند. این منابع آگاه تأکید کردند که حمله گسترده برتش آمریکا یک اشتباه جدی از سوی تهران خواهد بود و این امر موجب نابودی ملاها خواهد شد. پس از آنکه رهبران جمهوری اسلامی اعلام کردند که درباره نحوه واکنش به حمله روز دوشنبه اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق تصمیم گرفتهاند مقام های دولت آمریکا و رسانه های این کشور از آماده باش کامل نیروهای آمریکا در منطقه و انتظار یک حمله از سوی تهران سخن میگویند. یک مقام دولت آمریکا که نامش اعلام نشد روز جمعه 17 فروردین به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده در آماده باش کامل است و برای حمله احتمالی حکومت ایران به اهداف اسرائیلی یا آمریکایی در منطقه در پاسخ به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه آماده می شود. شبکه سی این پیشتر گزارش داده بود که ممکن است جمهوری اسلامی در هفته آینده دست به حمله بزند این مقام آمریکایی با تایید این گزارش گفت ما قطعا در سطح بالایی از هوشیاری هستیم شبکه سی این روز جمعه 17 فروردین گزارش داد مقام های ارشد دولت آمریکا در حال حاضر بر این باورند که حمله جمهوری اسلامی حتمی است و این حمله احتمالا هفته آینده صورت خواهد گرفت این شبکه افسود دولت اسرائیل نیز دیدگاه مشابهی دارد و دو کشور میکوشند برای مقابله با این حملات آماده شوند. در همین بین گفته شده که در اتاق جنگ اسرائیل نیز تصمیمات مهم در ارتباط با نحوه پاسخگویی به حمله احتمالی جمهوری اسلامی به مواضع اسرائیل در منطقه گرفته شده است. سران دولت نتانیاهو معتقدند در صورت هدف قرار گرفتن مواضعشان توسط جمهوری اسلامی ارتش اسرائیل می بایست به شدیدترین نحو ممکن در تهران جواب این حمله احتمالی را بدهد و فرصت ارزندان به سپاه و نیروهای نیابتیش در منطقه داده نشود. در حمله روز دوشنبه اسرائیل، ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در کنار سفارت ایران در دمشق هدف قرار گرفت. در این حمله هفت عضو سپاه پاسداران از جمله محمد رضا زاهدی، فرمانده سپاه در سوریه و لبنان کشته شدند. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داد آمریکا خود را برای حمله های تلافی جویانه احتمالی جمهوری اسلامی آماده می کند و نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه را نیز در حالت آماده باش بالا قرار داده است این روزنامه همچنین به نقل از یک مقام اسرائیلی که نامش گفته نشده نوشت اسرائیل در آمادگی برای حمله تلافی احتمالی ایران نیروهای نظامی خود را در حالت آماده باش بالا قرار داده، مرخصی واحدهای رزمی را لغو کرده، نیروهای نظامی ذخیره را به واحدهای پدافند هوایی فراخوانده و سیگنال های جی پی اس را مسدود کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در عین حال به نقل از دو مقام جمهوری اسلامی که نام آنها را اعلام نکرده، افسود جمهوری اسلامی همه نیروهای مسلح خود را در حالت آماده باش بالا قرار داده و این تصمیم را گرفته است که برای ایجاد بازدارندگی این بار واکنش مستقیم نشان دهد. پیگال کارمون مشاور پیشین ضد تروریسم دو نخست وزیر اسرائیل گفت ایران نه آماده است و نه تمایل دارد که وارد درگیری مستقیم با اسرائیل شود. در نتیجه حمله مستقیم ایران به یکی از سفارتخانه های اسرائیل محتمل نیست. با وجود این به نظر میرسد که مقام های آمریکایی و اسرائیلی ارزیابی دیگری دارند. وزیر دفاع اسرائیل با تاکید بر اینکه کشورش به هر کجا که تصمیم بگیرد حمله خواهد کرد گفت حمله اسرائیل علیه دشمنان بسیار بسیار سخت است و به همین دلیل دشمن به دنبال راه های انتقام است او افزود انتقام گیری ممکن است از هر جایی از جمله ایران صورت گیرد و اسرائیل خود را برای این مسئله آماده می کند. دو مقام آمریکایی هم به پلیتیکو گفتند انتظار می رود ایران در روزهای آینده نوعی اقدام نظامی انتقام جویانه چشمگیر علیه نیروهای اسرائیلی انجام دهد. یکی از مقامات گفت که پنتاگون معتقد است ایران نیروهای آمریکایی را هدف حمله قرار نخواهد داد و آمریکا در حال حاضر قصد ندارد تغییری در وضعیت نیروهای خود در منطقه ایجاد کند. دو مقام آمریکایی که نام آنها هم اعلام نشده به ان نیوز گفتند که دولت آمریکا نگران است که ایران ممکن است قصد حمله تلافی جویانه به اهداف نظامی و اطلاعاتی در داخل اسرائیل را داشته باشد. آنها گفتند دولت آمریکا بررسی گزینه ها برای چگونگی واکنش به اقدام های تلافی جویانه احتمالی ایران را آغاز کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره تهدید ایران گفتگو کرد و گفت ایالات متحده به طور کامل و با قدرت تمام از اسرائیل در برابر تهدید جمهوری اسلامی حمایت می کند. وبسایت آکسیوس روز پنجشنبه به نقل از مقام های اسرائیلی که نام آنها اعلام نشد گزارش داد اسرائیل به آمریکا گفته است اگر جمهوری اسلامی به حملات تلافی جویان در پی حمله به کنسولگری ایران در دمشق دست بزند اسرائیل قاطعانه واکنش نشان خواهد داد و درگیری فعلی را به سطح دیگری خواهد کشاند. رهبران جمهوری اسلامی تهدید کرده اند که اسرائیل را به خاطر حمله‌ای که منجر به کشته شدن حمیدرضا زاهدی یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران شد مجازات خواهند کرد مقام های آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند که دولت بایدن و دولت اسرائیل بسیار نگران هستند که جمهوری اسلامی برای حمله قریب الوقوع آماده می شود. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان، سوریه، عراق و غزه به اسرائیل حمله کردند اما حمله ای از خاک ایران به اسرائیل صورت نگرفته است. حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل بی سابقه خواهد بود و می تواند به جنگ منطقه‌ای در خاورمیانه منجر شود. اقدامات قرون وسطایی شهردار وقیه تهران ادامه دارد. دشمنی آشکار زاکانی با هویت ایران و ایرانی. امارت تاریخی فخرالدوله در خیابان بهارستان تهران که پس از وقوع انقلاب اسلامی دست کم دوبار در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته است علاوه بر اینکه یادگاری بر جای مانده از دوران معماری قاجار است بخش مهمی از تاریخ معاصر را نیز در خود جای داده است کمتر از صد سال قبل در این خانه زنی زندگی می کرد که واسطه ی آشتی شاهزاده های قاجار و رضا شاه بود در سال 1388 هنگامی که محمد باقر قالیباف شهردار تهران بود امارت تاریخی فخر و دوله در اختیار مدهان حکومتی قرار گرفت و با نام خانه مدهان تغییر کاربری پیدا کرد. حالا آنطور که برخی رسانه های داخلی تایید کرده اند، علی رزا زاکانی شهردار تهران مجوز ساخت آرامگاه برای یک شهید گمنام را در آنجا صادر کرده است. اقدامی که چشمانداز باغ و بنای این امارت را از بین میبرد و به تخریب هویت تاریخی و ارزش هنری و معماری آن منجر می سایت دیدبان ایران در گزارشی با عنوان حرکت تانک انقلاب برای تخریب یک بنای تاریخی از صدور مجوز برای ساخت مقبره شهید گمنام در این امارت خبر داد و نوشت آجرچینی های محبته داخلی امارت برای احداث مقبرت و شهده در دل خانه تاریخی فخر و است. بر مبنای این گزارش، علیرضا زاکانی آبان 1400 در نخستین روزهای شروع به کارش در شهرداری تهران به امارت فخرالدوله رفت و در جمع مدهان حکومتی به آنان وعده مساعدت همه بداد. داد. احتمالا یکی از وعده ها نیز ساخت مقبره شهدا در امارت فخرالدوله بوده که حالا به خانه مدهان تغییر نام داده است. یکی از کاربران رسانه اجتماعی ایکس با انتشار تصویر جدیدی از امارت فخر و دوله نوشت که مقبره شهدا دقیقا در مقابل در ورودی امارت در حال ساخت است و با تکمیل شدن آن دیگر خانه فخر و دوله قابل دیدن نیست. در حالی برای ساخت مقبره شهدا در امارت فخر و دوله صادر شده است که بر اساس قانون و ضوابط میراث فرهنگی هر گونه ساخت و ساز و تغییر هویت در بناهایی که ثبت ملی شده اند غیر مجاز است. اما اتفاقهای مشابه درباره دیگر بناها و آثار تاریخی و ملی آشکار میکند که جمهوری اسلامی حتی به قوانین سریح خود نیز پایبند نیست و آنها را زیر پا میگذارد گذارد. علی رزا زاکانی پس از اعتراضها به ساخت مسجد در پارک قیتریه نیز از اقدام خود دفاع کرده است. در صورتی که کارشناسان محیط زیست و کنشگران میراث فرهنگی تاکید کرده اند هر گونه ساخت و ساز در این منطقه خطرات زیست محیطی و تخریب محبتی باستانی را در پی دارد با این حال نه تنها شهردار تهران با لجاجت برنامههایش را برای تخریب هویت تاریخی تهران ادامه می دهد که برخی از اعضای شورای شهر از جمله مهدی چمران نیز با بی به وظیفه نظارتیشان از اقدامات شهرداری دفاع می کنند. پس از بالا گرفتن اعتراضها به ساخت مسجد در پارک قیتریه، رئیس شورای شهر به سراحت از اقدام شهرداری دفاع کرد و در جلسه علنی شورا گفت که تهران 400 مسجد کم دارد و طبق قول شهردار به محسن قرائتی این مساجد باید ساخته شوند. همراهان و یاران عزیز به اتفاق به پایان یک بسته خبری دیگه از کانال آوای ایران رسیدیم تا ساعات آینده و با بسته های خبری فوری تازه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. روز و روزگار بر شما خوش پاینده ایران و ایرانی.